خب وقتشه که درباره یکی از زباله‌های خطرناک و در عین حال مهم صحبت کنیم که هم نوع خونگی اون در پسماندهای هر خانوار پیدا میشه، هم انواع کارخونه و کارگاهیش. چیزی که همونقدر که به ما برای انجام کارهای روزانمون کمک میکنه، میتونه برای بچه‌ها و نوزادانمون خطرناک باشه. خطری که در نگاه اول به نظر هیچ کدوم از ما نمیاد. صحبت ما راجع به باتریه. باتری یک نوع پیل الکتریکی و منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکیه که به واسطه واکنش‌های شیمیایی که در درونش صورت می‌گیره، انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنه. ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین باعث میشن که باتری‌ها از نظر طبقه بندی در رده وسایل خطرناک منزل جای بگیرن. باتری‌های قلیایی که کاربرد خانگی دارن حاوی هیدروکسید پتاسیم یا هیدروکسید سدیم هستند. هر گونه سوراخ، شکستگی و یا حتی ترکیدگی که باعث تماس این ترکیبات شیمیایی با پوست بدن بشه ممکنه خطرناک باشه. تماس این نوع ترکیبات شیمیایی با بافت‌های بدن در صورتی که شخص زخم‌های عمیق داشته باشه ممکنه حتی به فساد یا مرگ سلول‌ها منجر بشه. در واقع ترکیبات شیمیایی که گفتم انسجام نسوج و بافت‌ها را از بین می‌برند و شرایطی مشابه توده‌های لزج و آبکی ایجاد می‌کنند. تحقیقات نشون داده که اگه این نوع باتری‌ها رو حیوانی مثل سگ بجوه، اسید معده روش تأثیر می‌ذاره و نتیجه چیزی به جز آسیب چند برابر به اندام‌ها نیست. جالبه بدونید که یک باتری 3 ولتی معمولی میتونه ظرف 15 دقیقه بافت مری رو به شکلی باور نکردنی نکروزه کنه، یعنی مرگ بافت‌های زندگی بدن. زمانی که باتری‌های قابل شارژ بدون در نظر گرفتن نکات بازیافت روی زمین‌های کشاورزی و غیر کشاورزی رها میشن، فلزات سنگین در اون و در هوای اطراف اون پخش میشن و خاک و همینطور آب رو آلوده میکنن که در نهایت وارد بدن انسان‌ها میشه. این چیزیه که شاید در نگاه اول متوجهش نشیم، ولی دیر یا زود ضررش از طبیعت به سمت خودمون برمیگرده. باتری‌های قابل شارژ برای محیط زیست کم ضررتر و به اصطلاح سبزتر هستن و میشه اونها رو بدون دور انداختن برای صدها بار شارژ کرد. پس توصیه میشه به جای باتری‌های معمولی یکم بیشتر هزینه کنید و باتری‌های قابل شارژ خریداری کنید تا هم در طولانی مدت براتون به صرفه باشه، هم به محیط زیست آسیب کمتری برسونید. در کشور آمریکا هر سال حدود 3 میلیارد عدد باتری از انواع باتری‌های قلمی، ساعتی یا کتابی فروخته میشه که معادل 10 عدد برای هر نفره. حدود 90% جیوه موجود در زباله‌های خشک شهری مربوط به باتری‌های قلمیه. این میزان برای کادمیوم حدود 50%. خب حالا که با پیامدهای خطرناک باتری‌های خانگی آشنا شدیم، بهتره راه‌هایی رو پیدا بکنیم که ما و طبیعت رو کمتر در معرض آسیب قرار بده. گل آقا چند مورد اصلی برای کاهش خطرات باتری ها رو لیست کرده که من براتون میخونم. از باتری ها به صورت مناسبی استفاده کنیم تا طول عمر اونها بیشتر بشه. باتری های خراب یا کهنه رو به صورت جداگانه به مراکز مدیریت زباله تحویل بدیم. اما ممکن است عنصرها و ترکیب هایی که توی باتری اسم بردم چیز زیادی متوجه نشده باشید. برای همین از مضرات اونها و خطراتشون براتون بیشتر میگم که بدونید هر کدوم از این ترکیبات میتونن چه پیامدهای خطرناکی داشته باشن. ورود کادمیوم به بدن باعث بیماری ایتای ایتای میشه و سرب مشکلاتی از قبیل جلوگیری از تولید خون رو به وجود میاره و باعث کم خونی میشه. از مضرات دیگه فلزات سنگین هم میتونیم به این موارد اشاره کنیم. اختلالات عصبی مثل پارکینسون، آلزایمر، افسردگی و اسکیزوفرنی، اختلالات تنفسی و قلبی عروقی و متاسفانه در نهایت همه این بیماری‌ها مرگ قرار داره. لطفاً مراقب خودمون، کودکانمون و طبیعت و محیط زیستمون باشیم. پس خطر باتری‌ها رو جدی بگیریم.